أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم بلندك ونقر قدر تلفزيون آريانا على قومن دون برنامه سهر جهان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بار دیگر معاصف مسلم با جمع خود در خدمت شما عزيزان قرار گرفتم دوزداران برنامه از شروع رمضان اگر توجه کرده باشین میگفتیم که اولین صحری هست یا دومین یا سومین اینو به خیر رمضان هم خلاص خواد شد خدا کنند که تانسته باشیم خود را شامل حال که مغفرت هست و الله بخواهد کرده باشیم و بتانیم خود را شامل رحمت الله جل جلاله بکنیم دوستان عزیز دین در هر آن مورد نیست که اشارات نداشته باشد تا ما بتانیم خوب و جور و سر حال و در رفاه و آسای زندگی خود را به پیش ببریم خواستیم که بحث در رابطه به تقوا داشته باشیم و شناخت انسان داشته باشیم و کدام انسان به نزد الله جل جلاله نزدیکتر هست پشتون هزاره تاجیک ازبک سنی شیعه مالکی همبلی کدامش بین بدانیم که دین چه اشاراتی در این رابطه دارد که در بحث کنونی باز هم ما با خود جناب محترم استاد محمد اسحاق فاکر قری را داریم ایشان را در برنامه خوش آمدید میگیم استاد وقت به شما میتونم دوستان ما منتظر شنیدن صحبت شما هستند در رابطه به موضوع ما بسم الله الرحمن الرحیم مجددنم سلام علیکم سلام بر شما سلام بر دوستان گرامی بسی موضوعی که مطرح کردیم مسئله تعصب در دین چون چی خارج از رمضان و چی در داخل رمضان مسئله تعصب مسئله این که امروز دامنگیری امت اسلامی شده و خصوص دامنگیری کشور ما شده خصوص در کشور عزیز من افغانستان که افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست بله وجب وجب خاک افغانستان از ماست ما تا به حتی قیمت جان ما که تمام شد و از این خاک خود از این سرزمین خود از این مین خود دفاع میکنیم و بحره. دفاع خواهیم کرد حاضر هستیم که قطره قطره خون خود و با کشور خود به خاطر ننگ و نوامیس ملی خود برسیم و خود برسانیم بله و حالا وقتی که امروز چند دانه از کسایی که در دست قدرت هستند یا در چاکیانش هستند امروز جای بسا افسردگی است که ما مسئله تعصب، مسئله قومگرایی، زبانگرایی نجاد از اینها میشنین واقعیت خسته کنه بر امت اسلامی در دین اسلام نمونه های است جناب استاد زبان شما میشنیم در رابطه به این که یک رنگ و یک پارچه گیره بدون از این که شناختی از نزدیکی و قومیت داشته بوده باشه ما جلوتر آیت تلاوت کرده شما هم به پشت سر آیر آیت تلاوت کردیم ببینین پیام الهی هیچ زمانی دروغ نیست بلد. و آیاتم علیه زبالله هیچ زمانی الله با خاطر ظلم کردن با بنده های خود با خاطر خدای ناخواسته از بین بردن بنده های خود آیات نازل نکرده همیش قرآن رحمت است بلد. قرآن شفقت است قرآن حکمت, است. است قرآن مهربانی است قرآن پیام صلح آورده پیام اشتی را آورده پیام برادری را آورده پیام برابری را آورده پیام عدالت را آورده پیام مساوات را آورده پیام تقوا را آورده پیام همه این دوستی را الله آورده با ما ببینین گفت یا الناس ای مردم مردم اینجا وقتی که خطاب میشه ببینید ناس کلمه عام است بح. کافر مسلمان شامل میشه بله یا ایو هنس ای مردم این نا خلقناکم من ذکر و انسان ما شما رو خلق کردیم از یک مذکر و یک مؤنث از یک مرد یک زن بله بعد وقتی که ما شما را خلق کردیم از یک مرد و یک زن چی باید کرد به با کدوم مسیر روان باشیم و جعلناکم شعوب و قبائل. ما شما را گردانیدیم قبیله قبیله گروه قبیل گرو, گرو چرا لتعارفو تا یکدیگر دیگر خور بشناسین معرفی باشون با یکدیگر بعد از این میار سنجش چیست این اکرمکم اندالله اتقاکم بهترین شما محبوب شما دوست شما با نزد من با تقواترین شماست چیزی که در جلوتر فکرتان باشه ما بحث کردیم مسائلی قصه حضرت بلال حبشی را ایشون وقتی که پیش پیغمبر رفتم سلمانش. کلمه گفتن پیغمبر مسائل نجاد مطرح نکرد محلی. که تو سیاه پوست هستی ما سفید پوست هستم یا این که حضرت سلمان فارسی رفت پیش پیغمبر کلمه عرض کرد گفت از برادر ماستی این برادر ماست حتی ببینید که از مشوره حضرت سلمان فارسی از تجارب حضرت سلمان فارسی خود پیغمبر استفاده میکنه بله قزمه خنده خندقا را به مشوره سلمان فارسی میکنه کنه مشوره می مشوره و میگره. از سلمان فارس از فارس برش مشوره, مشوره میکنه. نه به کاکایش، نه قوم نزدیکش نه اقارب نزدیک نه اینجا این پشتون و ازبک و ازاره و تورک و ترکمن و یا حبشی و یا و, و مت... مکی و مدنی و عرب و عجم مطرح نبود مسلمان مطرح بوده در دین ما اسلام است مسلمان یک رنگ داره مسلمان یک بو داره مسلمان یک زبان داره مسلمان یک الله داره مسلمان یک دین داره مسلمان یک پیغمبر داره مسلمان یک کلام داره ده. این وقتی مسائل اسلام بس میکنین اسلام بر تعصب و تنفر و بدبختی و ظلم خودش مبارزه میکنه ده. خود اسلام مبارزه میکنه این المومنون مومنون مومن ها همه برادر دیگر هم چکار کن؟ فا اصلح و بین اخوه کن شما در بین برادرای خود میگه صلح بیاره آشتی را بیاره حتی ببینین دروغ گفتن جواز نداره دروغ گفتن حرام است الله میگه لعنت الله علی الکاذبین لعنت من الله بر دروغگو الهی اما... صد یک وقفه داریم بعد از وقفه ادامه صحبت های شما را میگیریم عزیزان بیننده برنامه سحرگاهان بعد از وقفه باز هم در خدمت شما هستیم خوش آمده دزانی بیننده استاد در رابطه به صحبت تو رسیده بود که لعنت الله علی الكاثبین الله لعنت میفرسته و مفهوم لعنت هم معلوم است که کسایی از رحمت الله بدور باشند ادامه یه صحبت را میشونیم خب. ببینیم وقتی که الله زلجلال مسئله لعنت را مطرح میکنه با کاذبین با کسایی که دروغ میگویند حتی در یک جای دیگر باز دروغای مصلحت آمیز برایمان اجازه میدن به سه موارد دروغ گفتن با ما جواز داره به سه موارد یک بین دو مخاسم دو تایی که دعوا کرده میرین در بینشون به خاطر اشتی اینها به خاطر اینا رو با یک دیگر اشتی دادن ما دروغای مصلحت آمیز میگیم که احمد محمود رو بسیار دوست داره بله. درست بر علاوه ببینید که الله اونجا لعنت فرستاد اما با خاطر آشتی دو برادر مسلمان با ما باز اجازه داده اخف از ضرر الاشد تا تو ضرر الاخف قاعده فقهی ما مورد دیگر که دروغ جواز داره حتی ببینید دو بین زن و شوهر مطرح میشه بله, بله. اگر خانمش از لحاظ صورتی مثلا جلدش سیاست به این خاطر که جلب توجه خانم به خود بکنه عزیزی من قربونید خانم من مسلم تو دیگه نمیشه و مسلم ما چارده باره می فقط تو هستی و زندگی هستی هست تو بودی تو هستی این دروغ مصلحت ها حتی باز به با این موارد هم جا داره و یک مورد دیگر در مسائل جهاد اگر ما شرکت میکنن که دشمن میگیره به خاطر که مکان مسلمان ها خبر نباشند یا به خاطر اینکه امکانات مسلمان ها را اونا پیدا نکنن به اون مبارد اما ما دروغ گفتن جواز داره دروغ های مسلحت همیز ما بله. خب بس ما چون به آشیه نرویم بس تعصب میخواستیم ما بس کنین تعصب از دیدگاه اسلام تعصب از دیدگاه دین مقدس اسلام کاملا مردوده سند نداره اسلام بر علیه تعصب مبارزه کرده اسلام همیش محکوم میکنه تعصب را و حالا چه خوبه که ما اگر مسلمان هستیم بر علیه تعصب باید ما مبارزه کنیم لا. امروز در افغانستان ببینید که چی کار نمیشه پشتو هم دعا میکنه که حق منو ندادن تاجیک هم دعا میکنه که حق منو ندادن ازبک هم دعا میکنه که حق من ندادم ازاره هم میکنه که حق ما ندادن این سال خیکی ها ها وکیل و وزیر و معین و... وکیل هست وزیر از پشتو وزیر از تاجیک وزیر از ازبک وزیر تقریبا معاون اول از ازبک معاون دوم از ازره از <applause> اما اینجا قشر محروم ایماخ شد قشر محروم بلوچ شد قشر محروم پشهی شد قشر محروم کتگوری های دیگه من شده اگر ما افغان مسلمانیم در جغرافی های افغانستان زندگی میکنیم که تعصب نیست محل. همه افغانیم همه مسلمانیم همه از می خاکیم محل. وجب وجب خاک افغانستان از ماست این خانه ای مشترک همه افغان هاست اینجا تنها نیست که ما تعصب مطرح کنیم الله ما پشتون هستم و آبا و اجداد من پادشاهی کرده و فارسی زبان اجازه نداره یا فارسی ها بگن که الله ما هستیم و ای کشور از ماست و دیگرها اجازه نداره نه برادر مسلمان اگر اسلام اگر دین داریم اگر مسلمان هستیم واقعیت مسلمان هستین و توجهی دانی... به امر دین داشته باشین داشته باشین باید این مرض از بین ببرین شما چه حال فکر به حال نسل بعدی داریم. دارین بح. امروز که مار به انمین تار گوده پرون مر میکشین امروز ما رو به پنبه سر میبرن با تعصبت پیغمبر میگه هر کسی که در تعصب میمیره در تعصب میمونه میگه در قبرستان مسلمان حتی دفنش نکنین حتی گفت از من نیست درست بله. شد حالا ببینید که ما تعصب چقدر دامن گیری ملت شده چقدر روزانه ببینید که بنمی به خاطر قومگرایی کشته میشین به خاطر قومگرایی از بین میرین به خاطر گرایی حتی چور میشیم چپاول میشین اختطاف میشین تقریبا اختار داده میشین بله. این قصایا اسلام عزیز آمد فقط همه ما برادر معرفی کرده همه ما مسلمان معرفی کرده همه ما باز به ویژه بازی محدوده ای افغانستان ما جغرافیای افغانستان همه ما افغان هستیم همه از این کشور از این خاک هستیم این خاک به سر ما حق داره حتی بعضی از بزرگای ما خاک مثال میزنه که حکم ناموس داره شما ببینید همین چیز حرف ما تمام شده اگر یک دوست خانه تان میایه تعرض میکنه شما دفاع میکنی به خاطر چی محافظت اولادتان فامیلتان بله. هم خانه تان حالا این خانه شماست بله این باید دفاع کنید به کی واگذار میکنی پاکستان تو رو بزنه کشور بیرونی دیگر تو رو بزنه که این روزان ما رو میزنن بیا بله. ما دفاع کنین بیا می خاک ماست دل بسوزن می خانه تشکر این به این خانه باید دل بسوزن زنده باشید عزیزان بیننده برنامه سهرگاهان حال یک وقفه کوتاه داریم خوش آمدید استاد صحبت ها بسار شیرین هست موضوعات مختلف رویش تا اندازه صحبت شد که بلال حبشی از حبشه می آید رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار می گیره در بام مکه بالا میشه شه که از او که دیگه مکان مقدس دیگر نیست بله. بر سلمان فارس داشتین که در غزوه خندق به پیامبر صلی الله علیه و مشوره میتد که خندق بکنیم تا از دشمن, نجات پیدا بکنیم امثال دیگری بینهایت زیاد از صحابه ای کرام که پیامبر صلی الله علیه و سلم با آنها حق مشوره حتی با خانمای خود حق مشوره را میتن و چنان متحد و متفق پیشبرد امور دین میکنند که امروز به خط زرین در کتاب سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلام آن کارنامه های بزرگشان نوشته شدگی هست در رابطه با حقداری و مسئولیت سپردن از لحاظ دین اسلامی ما اشارات زیادی داریم که حق به حقدار و کسی که مسئول هست به او باید سپرده شود که امروز متاسفانه در کشور ما چنین نمیشد و باز هم ارتباط قضیه به تعصب میگیرد که صراحتا آیت قرآن است که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها آیا الی اهلها به بچه کاکای ها به بیادر ها به آم شوهر دخترها ها می رسد یا خیر دین اهل را کس دیگه معرفی می ببینین دین مقدس اسلام در محور شایسته سالاری حرکت میکنه بله در محور زبابت حرکت میکنه در نه در محور ربابت بله دین مقدس اسلام وقتی که قرآن عظیم و الله زلجلال این آیت را نازل میکنه بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات دمات الى دمات اهلها دمات. ما امانت ها را میگوید با اهلش بسپاریم حالا امانت ها متعدد است امانت های مادی است امانت های معنوی است و امانت های اجتماعی فرهنگی سیاسی است نظامی است اینها کلی امانت است حتی انمین وقت ما امانت است یه امانت معنوی است این امانت با کسی بسپریم که از اودیش به در بیایه که متاسفانه ما هم داریم الحمدلله هر چیز هست و وقتی که روی این بس میکنین الله زل جلال که وقتی مسئله اهل شرمت را مطرح میکنه مسائل کاکا ماما بچی کاکا بچه خاله بچه عمه مسائل حزب تنظیم گروه, گروه، قوم, قوم نجات مطرح نکرده گفت کسی که شایستیش باشه کسی که اهلیتش رو داره کسی که تواناییش رو داره به او بدین الله وزارت دفاع افغانستان وزارت دفاع ملی با کسی بدیم که او بتوان از مرزهای جغرافیایی کشور دفاع کنه دشمن اجازه نده که تهاجم کنه دشمن را اجازه نده که روزانه راکت و موشک و مادر بمبار به رسوالی چین ما پرداخت کنه پدر بمبار هم به سرک چارده وزیر اکبر خان پرداخت کنه نه. نباید اجازه بدین حالا کجاستن؟ امنیت ملی کجاست؟ وزارت داخله کجاست؟ وزارت دفاع ملی کجاسته؟ اینها همه این نه برگشته در محور روابط برگشته یا حزبی هستن به یک حزب و به یک تنظیم هم رو استخدام کردن شما اگر در هر وزارتی که بریم حتی از مو خدمه که برایش چای میبره تا پایین رتبه شه همه که بر میبره قوم است بسیاری ولایت دارن داریم که پس افتاده هست بسیاری ولایت های داریم که عقب مونده هست ما ولایت خود مثال میزنم ولایت خود مثال میزنم چون حق ماست اگر در تاریخ غور بزرگای ما یک دفعه مشاهده کنن سلاطین غوری داشتیم ما سلطان غیاس بود سلطان شهاب بود سلطان عین بود سلطان رضیه ای بود سلطان سلطنت در افغانستان میکرد سلطان رزیه بریم آثار عتیقه غوریا فلان به هند موجود است بله در ایران بوده در پاکستان بوده در هر کشور اینا سلطنت میکرده اما باز ما مایوس نمیشیم چرا اگر وقت تاریخ مشاهده کنین مردم یونان با تمدن ترین ملت ها بود نه. کشورها بود امروز فقیرترین ترین کشور غور غورم با تمدن ترین بودن سلطنت داشتن حاکمیت داشتن امروز با آشیه کشانده شدن امروز وزیر غوری ما نداره موین غوری ما نداره والی غوری ما نداره مگر غور از این با تقریبا افغانستان نیست بادغس نیست نمروز نیست تقریبا نو ولایت های دیگه که خود, من نیستم. اصل قضیه ما اصل صحبت ما در رابطه با که است که به اله اهلی ها سپرده شد باید یعنی روی امزی اگر شایست سالاری است اگر اهلیت مردم دارن اگر اون ملت هم اهلیت ندارن سکس من میبذیریم ما نمیپذیریم که اهلیت مردم ما نداشته ندیم اگر وقتی مسئله اهلیت مطرح میشه بیایم با اهلش بسپاریم بیایم با کسی بسپاریم که او حفای وظیفه کنه کلکم رایکم و کلکم مسئولان عن هر کدوم من مسئول <سؤال> استی هر کدوم من باید مسئولیت خود ادا کنیم بر نوبه خود حالا به هر طریقی که می توانیم باید ایفای وظیفه کنیم باید مسئولیت ما ادا کنیم و ماه رمضان هم ماه هست که برای ما نشان می نشان میده ماه صلح هست ماه اشتی است ماه روابط است ماه شایسته است ماه حقوقی ببینیم حق تقریبا مظلوم از ظالم بگیرین بله بین حقش با یه حق دیگرش بسپارین بین این قضایان یعنی خود ما دو تا تخته که با یه دیگر جور بیا ایجاد با تشکر نجار ساره. یا نجار بعدی نداره خودمان با یه دیگر جور بیا زنده باشین جور باشین چون لحظات آخر هست تشکر میکنیم از شما که دعوت ما را پذیرفتین عزیزان بیننده برنامه سحرگاهان اگر واقعا اتحاد و اتفاق را از اعضای بدن خود شروع بکنیم به نهایت خوشحال و خوب و کامگار و سرفراز خود بودیم اگر در پیش برد امور فامیلی خود محلی خود مسجد خود قریه خود مدرسه خود مکتب خود ریاست خود معینیت خود وزارت خود بین کشور خود داشته باشیم اما که دین امر می کند الله کامیابی دنیا و آخرت نصیب من خواهد شد تا برنامه بعد بدرو